دیگر به چی امید بمانیم و با آینده تلاش کنیم؟ جوانان امروز قربانی جنگ. بله، امروز ما باز هم خانواده ی مطبوعات افغانستان قربانی داریم. یما سیاوش خبرنگار و شخصیت برازنده ی علیه دشمنان این وطن بود که با قامت سوار در مدت کم درخشید. دیر نگذشت که صدای رسایی ایشان را خاموش ساختند. یما همیشه در تلاش حقیقت‌های پشت صحنه بود و با صدای بلند به دهن دشمن می‌کوبید. باقای امید این وطن کم کم پرپر می‌شود. اگر چیزی نرم کم 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 شد. عرض تسلیت برای خانواده مطبوعات و خانواده یما سیاوش داریم. سلام، وقت همین شما ایزان بخیر. انشاءالا در هر گوشه و کنانه که هستین جور صحتمند باشین. امروز افغانستان کابل دقیقا ساعت 7:30 با صدای انفجار نیرومند از خواب بیدار شد. بعد این انفجار شخصیت برازنده کشور ما یما سیاوش را از دست دادیم. مردی که همیشه وقت در برابر بی‌عدالتی می جنگید و همیشه عدالت می خواست. او دیگر امروز با ما نیست. مردی که همیشه وقت الگوی خبرنگاری ما بود. و خیلی سخت است این جملاتی که من بیان میکنم. و انفجار هنقدر نیرومند بود که شما میبینین و تصویر بردار ما هم شات میگیره که اجمل عزیز در پشت کامره هست. هنقدر انفجار نیرومند بود که زمانی که موتر انفجار میکنه توتاهای موتر باد باد میشه. حتی در این طرف باغی که در مکویان حضور داره، در مکویان چار، هنقدر انفجار نیرومند میباشه که همه چیز موتر به این طرف می آید. درخت ها چپه می شه و انفجار دقیقا در اون طرف سرک رخ می ده. خب ما امروز آمدیم در کنار خانواده یما سیاوش باشیم و بتانیم که یک تسلیت برشان بدیم و شما همچنان بیننده برنامه ما باشیم. یکی از هموطنان خود با خود دارین در زمانی که حادثه اتفاق میفته و رخ میده، اینا در اینجا شاهد بودن، حضور داشتن. سلام، خوب هستین؟ ان شاء الله خوب هستین. سلامت باشین. چی دیدین؟ چگونه دیدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صبح که اولی ساعت 7:20 7:15 بود، من و دخترک 7 بجه حدودا من مکتب سردار داوود خان شهید میگه متعلم هستم تا اول است. چون طفل ریزه از امی را بردم و مکتب رساندم، پس آمدم دو خودم دادن از امی حادثه یک دقیقه یک و نیم دقیقه گذاشته بود که یک صدای خیلی قوی انفجار ناگوار را خود. ما ورخطا شدم، می سعی کردم که از این قسمت درخت ها، اما تو دود و آتش بالا شد. عاجل خود رساندم، دیدم که یک پلیس از امی ما و از این اما هنگی عزیز و ما آمدم از دوستی با هم رسیدیم. دیدیم اگه بیادر که حالت صحنه رو دیدیم که گوشت است و بیادر خون است و جسد است و هر طرف همه تو پراگنده افتیده بود. مردم به کمک آمده بودن که آتش گل بسازن یا نه؟ بعدن اما خوب صحنه بودن حادثه ها رو حدودا یک 4-5 دقیقه تیر شدن. همین حقیقتش مردم هم همکاری کردن. باز همین ارگان های دولتی خصوصا همین خود سرباز های اوزا آمدن، چون مردم ها نمیموند است داخل موتر صدای انفجار و فیر و یا می شد. باز خودمان چون شوکی شده بودم، من در طرف از این نمی آمون کمی تفلک ها بیاره، چون اون صحنه رو دیدم که مثلا تفلا می رد خلای پاک رحم کرد که اون لحظه تفلا یا نبودن. من دنبال از این بودم که باشد یا کسی زخمی شده باشه یا تفل تاریخ نشن، چون موتر خیلی شدید اما تو آتش زده بود، تاریخ شده بود. وقتی که چی کردیم دیدیم چیز را تفلا رو ندیدم. اون سرباز سر ما صدا کرد، گفت کاکا گفتی سو بیا که این مرمی اصابت نکنه. گفتم جانم فدای از یا
این بیچاره چی گناه داشتم دیگه. همون بود که حالت صحنه رو دیدم، خیلی یک صحنه وحشتناک. امو جان شهید، یک بچه پاک، یک بچه نمازخوان، بین این مسجد می آمد روزای جمعه نماز می خوان، یک بچه بی ضرر، یک بچه روشن فکر، با ادب، با نزاکت، یعنی یک اخلاق نیکو داشت دیگه. شهادتش بر خود و بر فامیلش تبریک و تسلیت میگیم. خداوند پاک او را غریق رحمت کنه، جنت فردوس نصیبش بگردن و بازماندگانشان و خداوند پاک اجر ثمین جمیل نصیب. آخرین حرف برای حکومت چی گفتارین داریم؟ برای حکومت اگر چی بگویم برای؟ چی بگویم؟ بگو چی بگویم برای از؟ کار از جوان ها گرفت. ما روش سفید شده. ما خودم یک افسر اردو بودم سابق. کار از جوان ها گرفت. نان از غریب گرفت. زن ها بیوه شد. زن ها جوان. طفل ها یتیم شد. فقط اینم قصد بیادر اینمی دشتای ما پر از ادیره شد. دیگه چی گفتنی داره؟ ما خو هیچ چیز را نمیو که بگی. برای کی بگی؟ برای کی؟ نه دیوار بگو، برای دیوار گپ زده برو. نه به گپت، نه به حرمتت، نه به احساساتت، نه احترام قائل است، نه فکرشان است. هیچ چیز بی فایده. صرف یک نفس ما مانده، یک جای گوشه کنم تا یک پترول ده، یک اتم سر ما پرده. باز بیشینن یا سر ادیره و بیادر قبرستان ها پاچایی کنه. خوش و خوش ها صدای غریب شنیده نمیشه به هیچ عنوان. کسای هستن که ماستر هستن اینمی حالا اینمی جا مشندین ماستر ماستری دارن، بلی از خدا کراچی ترکاری و یا سودا میکنن. اونا یکی صنف دوازر خواهن وزیر میشن دیگه از این دولت چی توقع داشته باشه؟ حادثه در هینجا ساعت 7:20 صبح، کسایی که در رویداد حضور داشتن میگن ساعت 7:20 لافسی یه حادثه اتفاق میفته و رخ میده و بعد اون موتر کاملا آتش میگیره و پاچه های موتر هم به تصویر کشیدیم براتون که به اون طرف باغ میفته. خب ما بهترین شخصیت ها رو تا امروز از دست دادیم. واقعا خیلی دردآور است، خیلی دردناک است. تا جایی که میبینم دیگه مردم هم حرف ندارن به گفتن برای دولت. دولت کمیشه وقت گوش شنوا نداشته. خب ما پیشتر و پیشتر میریم و نزدیک خانه یما سیاوش میشیم. با ما باشیم. دقیقاً در جایی حضور داریم که اینجا خانه یما سیاوش هست و همه جمع شدن برای تسلیت گفتن و فامیل یما سیاوش. خب شما الان بیننده برنامه ما باشین و ما میریم صحبت هایی می داشته باشیم با فامیل یما سیاوش و دوست های یما سیاوش. امروز چیگونه خبر شدین از یاد صدر خراش؟ امروز ساعت 7:30 بجه از خانه خود حرکت کردم، می آمدم طرف وظیفه خود که در جریان راه خبرهای شنیدم گفتن که در مدیان 4 گویا انفجار شده. انفجار معنی چسبکی یکی می گفتن توریا. وقتی که داخل محوطه کاری خود شدم، یکی از دوستان تماس گرفت که از یما جان دوست اول داری؟ ما گفتم شکر الحمدلله خوب هستن. گفت نه یک بار زنگ بزن. وقتی که زنگ زدم که حاجی وکیل صاحب وکاس سواج گفت که یما جان شهید شده. آمدیم شفافانی وزیر محمد اکبر خان و دیگه جنازه را گرفت و آمدیم طرف خانه است. آخرین بار که یما را دیدین چی گفتن براتون؟ یما جان همیش، گرچه خودم بخش کارشناسی ارشد دارم در جامعه شناسی سیاسی، اما
به مراتب به مراتب بیشتر از ما بود. یماسیاوش یک کسی بود که به افغانستان فکر میکرد، یک جوان واقعا خردمند دانشمند بود. نه تنها همه هزارها جوان دیگر که میدید تشویق میکرد که مطالعه کنین، درس بخونین، حتی برایشان کمک میشد، کتابا من با یا میداد که مطالعه کنن بخونن. دیروز مراسم نکاح ما بود و من خواستم که بسیارم نکاح خوشورده یا باشد از هر خانواده دو نفر. باز شب آمد خانه ما میمانم یک دستگل بر رسم تبریکی آمد با ساعتای 9 تا 10:30 بجه شب و ابراش تفاره ششتم آمانم تو تشویقی ها میکرد و عکس و یا چیزا گرفت. باز نگفتم که بخیر روز شبه که اینمی تو رو بخیر آرسی خودتان ببینیم. گفت انشاءالله انشاءالله میشه انشاءالله میشه. متاسفانه که صبح ساعت 7:45 دقیقه وطن خیلی سخت است و دردآور است، نه تنها فامیلی ما در سوگ نشستند، همه مردم افغانستان در سوگ هستند. گوش نیست برای شنوا و تا به کی بگوییم؟ تا چی گفتنی دارین به دولت؟ میفهم چیز به گفتن نیست، حرف به گفتن نیست. بازم خواسته شما از دولت چی است؟ گفتنی ما به دولت چی بگوییم؟ شما جوان ها هستید، میبینید چند روز پیش حادثه دانشگاه کابل، هفته گذشته حادثه کورس کوثر. ما خود دیگه از دولت فعلی افغانستان چیزی نمیخوایم. بیازو وعده کردن که به جوان ها کار زمینه مساعد میشه، کار به جوان ها مساعد نشد. صرف یک اهمیت میخوایم، از خاطر خدا توجه کنین تا چه وقت فامیلا داغدار شد، تا چه وقت همگی ما داغدار شویم. ما از شما اهمیت میخوایم، ما دیگه خواست شما نان او کدام چیز دیگه نمیخوایم. دیگه از نیروهای مخالف هم خواهش میکنیم از خاطر خدا، بلیاس خدا، بلیاس قرآن، بیاین صلح کنین. همه با هم برادر هستیم، یک جای با هم دست بتین دیگه امی وطن از حالت فعلی که قرار داره نجات بده. دیگه با تمام دیگه نیروهای امنیتی بیچاره ای که در روی سرک یا شبان روزی کار میکنن، ما از یا خوش هستیم تامین امنیتی ها میکنن. خود سیستم که خراب از دردهای بالای حکومت داری است، کارهای سلیقه‌ای میکنن، برخوردهای میکنن که آن کسایی که شایسته هستن، کسایی که هستن امی ارتباطات رابطه ها را باید یا دور کنن، کسایی که شایسته هستن، کسایی که واقعا در نیروهای کشفی و جنایی و داخله و امنیت کسایی دارن یا را باید مقرر کنن. متاسفانه کسایی انتخاب میکنن یکی که در یک جای والی مقرر میشه که سوار روز و روالی قبول نگه میان قماندان یک کسی تقاوتی را میان، یک کسایی هست که نیروهای جوان ما الحمدلله شکر داره میتونن که وطن از حالت فعلی نجات بتن، اما با او متاسفانه توجه صورت نمیگیره. همراه از او اگر کار شود با او اعتماد سازی شود، اگر جوان ها را برایشان فرصت ها داده شود میتونن که کار نیک بکنن. دیگر با تمام نیروهای امنیتی که دیگر شهید شدن، شهیدهای دانشگاه کابل و شهیدهای کورس کوثر و شهید یماجان شهید پاک و دیگر دو همکارش بهشت بر این تقاضا میکنم. دیگر چیز نمان، کمر ما شکست، کل خانواده ما، نه تنها ما، تمام خانواده ها، تمام مردم افغانستان، اینجا که هر کسا میبینین صبحوار است. دیگر خدا من مغفرت شما بین من. آخرین سوال خیلی کوتاه، یما سیاوش چقدر وقت میشه دوباره آمد به کابل؟ چون سفر داشت به هندوستان و فعلا در حال حاضر چی وظیفه داشتن؟ یما جان، شهید یما سیاوش، یما جان مدت 3 در دانشگاه دیلی، دانشگاه نویدا در سای خود باید ما رسانیده بود و بعد از او آمد یک 4 ماه 5 ماه 6 ماه بین جوانان یا تشویق میکرد به مطالعه و درس ها یا امرای جوانان یا کار میکرد. یک ماه یک نیم میشد که یک جای مصروف شده بود و دمی بانک مصروف شده بود که متاسفانه امروز روز شنبه تاریخ عبدی ماه عقرب به شهادت رسید.
احمد پوپل یکی از بهترین گردانهای افغانستان را به خود داریم. سلام، وقت بخیر. سلام پوپل، سلام، وقت شما بخیر. و یک روز بسیار خراب است برای کلگی و یک زایی بسیار بزرگ است و خبرنگارای افغانستان و تمام کسایی که در رسانه ها کار میکنن. یکی از دوستای بسیار خوب ما را از دست دادیم، نه تنها که ما 5 سال یا 6 سال یک جای در یک رسانه کار کردیم، اما یک بچه بسیار بردبار، یک بچه بسیار خوب، یک بچه بسیار نرم و واقعا یک شخصیت بسیار عالی داشت که امروز با ما نیستن و یک زایی بسیار بزرگ است. در داخل محوطه کاری خود یماس یواش چگونه برخورد داشت با کارمندان؟ مثل برادر کلانش بکتاش جان، اونموت یک رویه بسیار خوب با خورد، با کلان، با حتی یکان وقتی میامدم اونجا یک ما یک آشپز داشتیم، حتی که تو آشپز یک رویه بسیار خوب میکرد که آدم گرویدهش میشه. ما آشپز هم اینقدر رو دوست داشت، خدا ببخشه یماره، که به اندازه زیاد. یک بچه بسیار نرم، آرام، از هر نگاه یک بچه بسیار خوب بود، هم از نگاه تحصیلش، هم از نگاه خبرنگاریش که کل دوستام شاهد هستن. یعنی در کل واقعا یک زایی بسیار بزرگ است برای افغانستان، برای خبرنگار. ابراهیم عابد، کسی که همتان به نام و نشانش آشنایی دارین، شخصیت خیلی خوب کشور ما. سلام عابد عزیز، وقت شما بخیر. سلام، علیکم سلام. از دادن یماس یواش خود از زایی بزرگ بر افغانستان. بسیار زیاد، بسیار زیاد، بسیار زایی بزرگ بود. بسیار ما فکر کو که یک چیزی را از دست دادیم که اونو معلم جامعه بود. یک چیزی را ما شما از دست دادیم که زود یادفال ما یک چیزی یاد میگرفت. اونا بسیار با استعداد بودن، اونا بسیار لایقت داشتن، اونا را فصاحت بلاغت زبان از وای اونا را افهام و تفهیمشان بسیار بالا بود. چقدر بسیار زایی بزرگ بود. چقدر شناخت نزدیک داشتن با یماس یواش؟ یماس یواش دیگه از جمله دوستای بسیار صمیم بود. هر دو برادر هم بسیار فامیلی است. خب این باز دیگه دوست صمیمی ما بود. برخوردش چطور بود برای شما؟ یک آدم بسیار اجتماعی بود، میشیشتی کتیش دل نمیشد بخیزی و هر گپی میزد که مثلا فکر میکنی که کتاب چاپ میشد، هر گپ از یک کتاب. تشکر بسیار، قربانت، سلامت باشی، زنده باشی. واقعا خیلی درد، خداوند ببخشش، خداوند جنتها را نصیبش کنه، ولا بالش درخت ها گریه میکنه، ولا زمین گریه میکنه، ولا آسمان گریه میکنه. ما خوب بالکل تاب نداریم. تشکر، قربانتان، سلامت باشید، دیگه غم دور داشته باشید. لحظات پیش جنازه شهید یماس یواش را از خانه‌اش کشیدند تا به خانه ابدی‌اش بسپارند.
از دولت ما هیچ چیز نمیگیم، چیز خواستم نمیدونم، دادم نمیتونم، امنیت خود مردم خود گرفته نمیدونم دیگه. از دولت ما چی بخوایم؟ روزی خودم خود ما بازار پیدا میکنه بسیار بجبه. تو فکر کن که قبر میکنی، از زیر قبر باز یک صد روپیه یک افغان میخره که باز بره پنج تا نان بره خود بخره. افغانستان مردمش حال در اونی زندگی میکنه جانبه دیگه، چی بگویم جانبه؟ حیفت جوان، این جوان بسیار چوکای بلند نمیتونست کار کنه، ولی خدا ناترسا زدن امروزی را به شهادت رسون. خدا بیامرزش، خدا فامیلش هم صبر جمیل بته، صبر بته و بسیار گل بچه. سبحانه دوستش داره. از چی دوستش داره؟ فرزند جانانه کشور. خداوند در میدان حشر هم امو تو سر شب بلند و جانانه داشته باشه. او ظالمایی که ایره به قتل رسانده، خداوند به زودترین فرصت هلاک و تباهی شد. به برکت شهدای بزرگ خداوند به کشور امنیت و آرامش به وجود بیاره. خداوند این ملت را سربلند داشته باشد. نظام اسلامی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را در این کشور خدا حاکم بسازد. روزی را خداوند بیاره برای ما که دیگر هیچ حادثه دلخراش چنینی را نداشته باشیم در این کشور. روزی را خداوند برای ما بیاره که سربلند در کاروان جهان بشریت قدم بگذاریم و پیشا پیش روان باشیم. دیگر از این ذلت و از این خاری و از این بدبختی الله بزرگ ما را نجات بده. دوستان وقت شما میگیرم، وقت نماز است و یک بار دیگر تسلیت میگم برای خانواده از این شهید و برای دوستایش و برای شهید هم جنت فردوس و در سب شهدا میخواهیم اونجا باشه و برای شما خدا توفیق نصیب بکنه که در راه درست حرکت بکنیم، ما خود را اصلاح بکنیم و خدا مسیر زندگی را برای ما و شما اصلاح بسازه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. خداوند همه ما را ببخشد. یما سیاوش 35 سال داشت. او همیشه وقت در برابر ناعدالتی کشور خود صدا بلند کرد و مبارزه کرد. او امروز در هانجا به خانه ابدی خود پیوست. برای فامیل و خانواده یما سیاوش صبر جمیل میخواهیم. انا لله و انا الیه راجعون. علی سینا سروری، کابل، خالد اسکی پروداکشن.